سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. این روزها بسیاری در نقاط مختلف دنیا درباره این صحبت میکنن که جدی جدی روسها در حوزه نظامی وابستگی هایی به ایران پیدا کردن. من یکی دو تا گزارش براتون در همین خصوص خوندم. یکی از این گزارش ها میگفت ما در حیرتیم از اینکه ژنرال های روسی رو در حال آموزش دیدن توسط شاگردان ایرانی خودشون میبینیم. یعنی داشت به این اشاره میکرد، میگفت روزی مستشاران روسی به جوانهای ایرانی آموزش میدادن، حالا برعکسه، اینا داشته هایی دارن که اونا بهش نیاز دارن، اینا دارن به اونا آموزش میدن. اشاره میخواد بکنه این مسائل به حضور تسلیحات ایران و استفاده از تسلیحات ایران توسط روسها در نبرد با ناتو، که این ادعای طرف غربیه و ما در روش حرفای مفصلی داریم که قبلا بخشش رو بهش اشاره کردم، بخش دیگرش رو هم سعی میکنم لابلای همین موارد بهش بپردازم. میخوایم بخشی از صحبت یک کارشناس عرب رو در همین خصوص ببینیم، بعد برمیگردیم، نکات ویژه‌ای دارم خدمت شما ارسام کرد. ببینیم ویدیو رو. من یرا بانه کیف روسیه وهي ثاني اكبر قوه في العالم، قوه عسكريه وقوه نوويه كبيره مثل روسيا، هل تحتاج إلى الصواريخ الإيرانية بما تمتلك من أسلحة دفاع جوي وأسلحة متطورة وطائرات على أعلى مستوى؟ لماذا تحتاج إلى إيران؟ طبعا رغم النفي الكبير في الإعلام الروسي والتصريحات الرسمية الروسية بأن العقوبات الغربية على روسيا لم تؤثر على الاقتصاد، هذا كله غير صحيح. الآن هناك ضعف كبير في الاقتصاد الروسي، هناك توقف في عجلة الصناعة، أيضا التكنولوجيا. اجازه بخش شما بررسی کنم. میگه برخی ها میگویند چطور ممکن است روسیه به عنوان دومین کشور قدرتمند نظامی دنیا و یک قدرت بزرگ اتمی نیازمند موشک های ایرانی باشد، در حالی که خودش سامانه دفاع هوایی و سلاح‌ها و جنگنده‌های پیشرفته دارد. چرا روسیه به ایران نیازمند شده است؟ اون کارشناس عرب میخواد پاسخ بده. نیه با وجود اینکه در رسانه‌های روسی اینطور وانمود می‌شود که تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه اثری نگذاشته، اما این قضیه درست نیست. اکنون اقتصاد روسیه ضعف زیادی پیدا کرده و صنایع روسیه دچار اختلال در تولید شده‌اند. همچنین این جنگ اثبات کرده که فناوری نظامی روسی آنطور که روسیه تبلیغ می‌کرد کارایی نداشته است. دمت گرم، ما اینا رو فهمیدیم، فناوریش که اثری نداشته، ضعفم در حوزه اقتصادی به اصطلاح خودمون بهش فشار آورده، این مجبور از ایرانیا کمک بگیره. پس اینجوری که تو میگی اینایی که ایران داره نباید خیلی خفن باشه، اون خیلی محتاجه که به اینا نیاز داره. اگه این شکلیه، بذارید من سوال از اون طرف داستان ببینم. چرا اونایی که توی اوکراین دارن با روسیه میجنگن، منظورم ناتو هست، در صورت ورود تسلیحات ایرانی چرا اونا نگرانن؟ اونا میتونن مثل تو نگاه بکنن به قضیه دیگه، این که تسلیحاتش خیلی خفن نیست، اون خیلی محتاج شده. حالا میریم جلوتر درباره این صحبت ها خودش توضیحاتی خواهد داد، ولی من یه نکته خدمت شما عرض کنم. واقعا نمیدونم تسلیحات ایران الان توسط روس‌ها داره استفاده میشه یا نه. ما بر این باور هستیم که همکاری های نظامی و تسلیحاتی داشتیم، اما نه برای اینکه اینها در جنگ اوکراین استفاده بکنن. اینکه داره استفاده میکنه یا نه رو نمیدونم، من نظر ندارم. ولی نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه، یک حقیقتی الان از سوی خیلی ها داره به چشم میاد، دربارش بحث میشه و اونم اینه که ایران تسلیحاتی داره در سازمان رزم خودش استفاده نکرده، ولی مثلا مدل اولی که رونمایی کرده مدل دومش پیشرفته تر شده. یعنی شما نگاه میکنی این تسلیحات یه خورده تغییر کرده اون مدل اولی، در صورتی که تو سازمان ملش جای خاصی استفاده، تو سازمان رزمش جای خاصی استفاده نشده. داستان اینا چیه؟ اینا تسلیحاتیه که مثال دارم میزنم. مثلا در یمن درگیری هایی بوده، یمنی این همین رو تونسته بسازه و استفاده بکنه. ما رفتیم دیدیم این که داره تو یمن عملیات میکنه، اگه فلان جاشو فلان شکلی بکنیم تو ایران خیلی بهتر کار میکنه. ما بر اساس همون ایراداتش رو برطرف کردیم و این بهتر کار کردیم. ماجرا رو ساده میکنم. اگر در جایی در اطراف ما دشمنی به دوست ما تهدیدی را تحمیل بکند، اینجا فرصتی به وجود میاد به جهت اینکه ایران بخشی از تسلیحات خودش رو نه در یک رزمایش
در یک صحنه نبرد واقعی به آزمایش بذاره و سعی کنه ارتقاش بده. آنهایی که دشمن ما هستن، اگر شنونده این صحبتان، اگر این صحبت ها به گوششون میرسه، نه صحبت های من، صحبت های از این جنس منظورمه، اون چیزی که باید بفهمن این هست که باید تلاش بکنن از بحران، جنگ و چالش در منطقه غرب آسیا و تحمیل اراده خودشون به دوستان ایران پرهیز بکنن، چون در آن صورت به قدرتمند شدن تسلیحات ایرانی کمک میکنن. من اینها رو گفتم که به اینجا برسم. حضور تسلیحات ما در عرصه‌های مختلف به ضرر ما نمیباشد. بعضی وقتا یه چیزی رو تو حتما باید توی شرایط واقعی قرار بگیری که بتونی تستش بکنی، بعد ببریش بالاتر. این اتفاق الان برای ما در حوزه‌های مختلف رخ داده. بریم ادامهش رو ببینیم برمیگردیم. صواريخ كنجال او الخنجر التي هي تفوق كما يقولون سرعه الصوت بكثير انها اسقطت. هناك قطع كثيره ودارات إلكترونية مهمة في الصواريخ لا تستطيع روسيا تصنيعها، هي تستورد من دول أخرى، وبالتالي إذا العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي على روسيا أعطى نتائجه، لذلك تلجأ إلى دول طورت بشكل ذاتي وبشكل سريع مثل إيران. إيران بشكل ذاتي، ورغم الحصار المفروض على إيران، بالفعل إيران استطاعت تطوير مجموعة هائلة من النظام الدفاعي سواء بالصواريخ البالستية أو بالطائرات المسيرة. خلاص اجازه بدش شما بررسی کنیم. میگه ما دیدیم موشکایی که میگفتن سرعتش بسیار فراتر از سرعت صوت است سرنگون شد. قطعات الکترونیکی زیادی در موشک وجود دارد که روسیه نمیتواند آنها را تولید کند و از دیگر کشورها وارد کند. بنابراین تحریم‌ها و محاصره اقتصادی روسیه نتیجه داده و به همین دلیل روسیه محتاج کشورهایی شده که خودشان به طور بومی و سری صنایع نظامی خود را توسعه دادند. ایران با وجود تحریم‌ها اما توانسته یک سیستم عظیم دفاعی ایجاد کند، چه با موشک بالستیک چه با پهپاد. یه وقتایی ما در حوزه صنعت یا در حوزه بومی سازی بخشی از علوم که صحبت میکنیم، بعضی ها میگن ای بابا با اینا هم نمیشه حرف زد، اینا بهشون هرچی میگی میخوان برن چرخو از نو بسازن، از صفر بسازن. آقا برو از همونی که بقیه دارن استفاده کن، با همونا بشین صحبت بکن، از ایده های اونا استفاده بکن. تو بعضی از حوزه ها همش دنبال این نباش که ما میتوانیم، ما بومیش میکنیم. بابا برو از صفر شروع نکن داستان. در بخشی موارد فرمایش شما درسته، در بخشی موارد فرمایش شما درسته، ولی در بخش چیزها ما اگر بومی نشویم کلاه اون پس امریکه است. مسئله تسلیحات یکی از اینه. و حتی من صحبتم بر سر این نیست که ما باید بومی بشیم. ببین الان داره یه مسئله فراتری رو میگه. تو باید بتونی یه راههایی پیدا بکنی که در مدل تحریم شده به چیزهایی که میخوای برسی. روسیه الان اینو نداره. میگه روسیه یه سری قطعات میخواد، نمیدونه چجوری به اینا برسه. برای رسیدن به بعضی از این چرا؟ چون تحریم نشده تا حالا. ما 40 سال ایران 40 خورده ای سال در حوزه‌های مختلف تحریم بوده. این که من آقا من فلان قطعه رو میخوام امروز آمریکا ساخته، هفته بعد باید ایران باشه. الان بخشی از قطعات بی‌سرنشین‌های ایران این شکلیه. به محض اینکه تو کارخونه فلان جا ساخته میشه، نهایتش یه ماه دیگه تو ایرانه. نهایتش یه ماه دیگه روی سیستمی است که ایران میخواد باشه عملیات بکنه. خود طرف مقابل اینها رو فهمیده. من حرف پنهان خدمت شما نمیگم. توی گزارش‌ها اینا رفتن بخشی از تسلیحاتی که مثلا پهپاد ایران فلانجا سقوط کرده، رفته قطر رو نگاه کرده، گفته مال کارخونه فلانه، از فلانجا در اومده. این مدل رفتار ایران آن چیزی است که کشورهای دیگه، خود آمریکا هم تجربهشو نداره. خود آمریکا هم الان دور دنیا بیان دورشو بگیرن، محاصرهش بکنن، بگن با کسی ارتباط نداشته باش، فلان باش، بیسار باش، باید بیاد از مدل از الگوی ایران استفاده بکنه. این آن چیزی هست که ما رو در شرایط فعلی نسبت به خیلی ها متمایز کرده است. البته ما انقدر چالش‌های اقتصادی داریم که اینها رو فرصت‌هایی که به دست آوردیم نمیتونیم درک بکنیم. بهمون حس خوبی نمیده صحبت کردن درش، ولی واقعیت اینه که ما چیزهایی داریم که الان دیگران وقتی حتی یک کشوری مثل روسیه که به قول اینا دومه در مسئله نظامی وقتی دچار بحران میشه درکش میکنه. بریم ادامهش رو ببینیم. بعد قدام روسیا بشكل كبير راينا ان بالسنه الثانيه من الحرب كان الاعتماد روسيا بشكل كبير على الطائرات المسيره الايرانيه شاهد، رغم ان روسيا نفسها تصنع الطائرات. اذا هذه الحرب اكرر دائما هي فضحت روسيا انها ليست اقوى جيش في العالم، يمكن ان او اقوى ثاني جيش في العالم، يمكن ان يكون من حيث التعداد نعم، لكن من حيث العتاد
أثبتت أنه ليس بهذه القوة. الجيش الأوكراني الذي صنف الذي كان يصنف بالمرتبة 20 من في العالم، استطاع بجبهات متعددة إيقاف الجيش الروسي، استطاع دحره عن مشارف كييف، عن خاركوف، عن اجازه بخش شما بررسی کنیم. میگه که دیدیم که روسیه در سال دوم جنگ کاملا وابسته به پهپادهای ایرانی شاهد بود، با وجود اینکه روسیه خودش تولید کننده هواگرد است. بنابراین این فهم کنم از یه جهاتی هم خیلی خام داره صحبت میکنه. بنابراین تکرار میکنم که این جنگ آشکار کرد که روسیه به هیچ عنوان دومین ارتش بزرگ قدرتمند دنیا نیست. بله از نظر تعداد شاید، اما از نظر تجهیزات ثابت شد که انقدرها هم قدرتمند نیست، چون ارتش اوکراین که در رتبه 20 ارتش قدرتمند دنیاست توانسته در جهت‌های مختلف ارتش روسیه را عقب براند. بله الان با قطعیت میتونم بگم که این خیلی خام داره حرف میزنه، خیلی خام حرف میزنه، به خاطر اینکه اصلا اینکه تو به پهپاد نیاز پیدا بکنی ربطی به این نداره که تو هواگرد بتونی بسازی یا نتونی بسازی. آقا در جنگ اوکراین بارها و بارها وقتی طرفین از تسلیحاتی علیه دیگران از طرف همدیگه استفاده کردن این بحث مطرح شده. مثلا من دیدم اوکراینی اومده رفته تانک فلان چیزو تحویل گرفته آورده تو معرکه جنگ، بعد کانالای نظامی نویس رو وقتی نگاه میکنی میگن هنوز دوره تانک ها در معرکه نبرد تمام نشده است. بعد میریم جلوتر، هفته بعد یه سری خبر منتشر میشه روسیه اومده با ریس برنده یه سری از اینا رو مثلا زده، بعد میگن ریس برنده ها اثبات کردن دوره تانک ها در میدان نبرد تمام شده است. خیلی خوب میریم جلوتر، بی سرنشین های روسیه میان توی اوکراین عملیات میکنن، همه میگن دوره مثلا جنگیدن با جنگنده و فلان تمام شده است. بعد پس فردا بی سرنشین های روسیه رو میزنن دوباره میگن آقا دوره فلان تمام شده. این جنگ انقدر عجیب و غریب تا اینجا جلو اومده که هر بار به شما اثبات کرده که بی سرنشین در جای خودش، جنگنده در جای خودش، تانک در جای خودش، فلان چیز در جای خودش، قابلیت های خودش را در میدان میتونه به فلان شکل ممکن به طرف مقابل تحمیل بکنه. اینم که این مثلا هم که خدمت شما گفتم میخواستم به اینجا برسم، پهپاد دقیقا همینه، اینکه طرف میتونه جنگنده فلان داشته باشه ربطی به اینکه به پهپاد نیاز داره اصلا نداره. یه سری نیازها است فقط با این برطرف میشه. اگر طرف مقابل نفهمیده بود اوکراینی رو تا دندون به بی سرنشین مسلح نمیکرد. این نکته اول. نکته دوم، وقتی برمیگرده میگه که ببین الان کارشناس میگه اوکراین رتبه 20 دنیا ارتشش و روسیه اول، پس این چرا به چالش کشیده شده؟ شما عکسای اوکراین رو که نظامی ارمنستانی داره دوشادوش نظامی باکویی با روس همی جنگه ندیدی؟ چینی ندیدی؟ افغانستانی کشورشون سقوط کرد، این همه نظامی افغانستانی برداشتن بردن اوکراین ندیدی؟ داعشی ها رفتن اوکراین ندیدی؟ ناتو داره اینجا باش می جنگه. من وکیل مدافع روسا نیستم، وکیل مدافع روسا نیستم، ولی ناتو داره باش میجنگه. این خیلی چیز واضحیه که این داره با چند ملیت میجنگه. اتفاقا با چند ملیت جنگیده اومده جلو در 2 خورده نبرد، نشون میده که بازی رو تونسته تا حدودی درست پیش ببره و آنگونه که تصور میشد به چالش کشیده نشد. میدونی منظورم متوجه شدی؟ یه جایی از کشور یکم با 20 مبارزه میکنن با هم تو یک مسابقه ورزشی، تیم اول با 20 مسابقه میده. بله شما میتونی قضاوت بکنی اوله واقعا اوله یا نه رو کاغذ اوله، یه جایی از تیم اول داره با 4-5 تا تیم مسابقه میده، اونجا داستان فرق داره. آن چیزی که الان در اوکراین داره اتفاق میفته همینه. حالا در نهایت اومده به این اشاره کرده، گفته که در واقعیت اینا به تسلیحات ایرانی نیاز پیدا کردن و محتاج کشوری مثل ایران شدن، دارن ازش استفاده میکنن. بله واقعیت همینه که تسلیحات ایران در این معرکه نبرد داره خودش را نشان میده و اوکراینی ها به اصطلاح خودمون ببخشید روس‌ها احساس میکنن در این مرحله از بازی باید میتوانستن یا باید به سمت تسلیحاتی از این دست حرکت بکنن. ما خواستار جنگ در هیچ کجای دنیا نیستیم، حامی روس‌ها هم در این نبرد نیستیم، برای همه هم صلح و امنیت و آرامش میخواهیم، به ویژه برای مردم فلسطین، به ویژه برای مردم یمن، به ویژه برای مردم سوریه و عراق که داعش به جونشون انداختن، به ویژه برای مردم افغانستان که آمریکا به جونشون انداختن. ما برای همیشه برای همه صلح میخواهیم، آرامش میخواهیم و امیدوار هستیم که جهان غرب بفهمد که باید تلاشای خودش رو انجام بده به جهت اینکه این صلح بر دنیای کنونی ما حاکم بشه. بعد من طولانی‌ترش نمی‌کنم، اگر شما نکته‌ای داشتین بحثی بود حتما در قالب پیامبر ایمان بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه.
خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.